دوستانی من، از گزارش رونالدو به امیو چور رو سپری شد، اما معلومات های نو در این باره مخلصان رو در انگلیه به حیرت آوردند. معاش فوتبال باز و همچنین رقمی او معلوم شدند. اویدین و دیگر خبرهای مهم فوتبالی در برنامه امروز معلوماتی پورا خواهیم داد. ولی پیش از سر کردن میخوان دانش فوتبالی شما رو بسنجم. در کامنتر نویسید که این معلومات اوید کدام فوتبال باز است. با سوال گذشته ما اولین شده اکرم نورعلیف جواب درست داد. بارسلونا در آخرین روزی بزرگ ترانسفری به قول رسپرداژا کرده ایستاده است و از فوتبال بازی نوزیمش خلاص می شود. حمایتگری برزیلی امرسون که ماه گذشته به بارسا آمده بود باز دسته را ترک می کند. فابریزیو رامانو می نویسد که او به توتنهم گزارش خواهد کرد. دسته انگلیسی روزی شد برای امرسون 30 میلیون یورو پرداخت کند. طرف او به روزگی رسیدن وقتی شما این ویدیو را تماشا کرده ایستادهاید شاید رسما در این باره خبر داده باشند. فوتبال بازی دیگری بارسا نیم حمایتگر جوان و امیدبخش ایلاش موریبا کاریره خود را در بوندسلیگا ادامه میدهد. طبق معلومات فابریتسیو رامان او همین روز به لیپزیگ گزارش میکند. نرخ ترانسفر 15 میلیون یورو. رفتن موریبا بر وقت معلوم بود زیرا او شرطنامه نو را با معاش کلان طلب کرد، ولی برابرد این عمل او پسند نشد زیرا این هول دسته بیشتر از 1 میلیارد قرضدار است و این را موریبا خوب میدانست. در برابر پرقوت کردن خط نیم حمایه خود لیپزیگ فوتبال بازی با مهارتش مارسل زبیتسی را به باواریا فروخت. او با ارزش 16 میلیون یورو به دسته مونخنی گزارش کرد. چطوری که علاکه فهمیدید اکنون این مبلغ را لیپزیگ برای موریبا صرف میکند. زبیتسی با دسته مونخنی تا سال 2025 شرطنامه بست. از چه خاطر باشد که باواریا امسال همه این نفران اساسی لیپزیگ را خریده ایستاده است. قبلا ترنری دسته یولیان ناگلسمن و حمایتگر دای اوپامیکانو هم از آن دسته به مونخن آمدند. دوستان، فوتبال دستوی یک مدت به استراحت می رود و منتخب ها رقابت های خود را بهر راه یافتن به جام جهانی سال 2022 برگزار می کنند. در اروپا ما رو یکچند رقابت های جالب انتظار است. برای شوق‌آورتر شدن تماشای آنها دوستان ما از اکس به آنها کیفیت های بالا پیشان می کنند. در آید رگیستراسیه کنید و استفاده پرموکد میدان را فراموش نسازید، زیرا به آن می توانید در اولین پرداخت 2140 سومونی به دست آورید. سلکه بازی در کامنتاریا. سریالی ترانسفری که تمامی توبیسون دوام کرد برای مخلصان ریال خوب انجام نیافت. روبرت پسیجه بار دیگر یگرا و بیعقل بودنش را تصدیق کرد. میدونیم که مبلغ برای شیخو پرابلمه نیست، اما 180 میلیون رو نگرفتن احمقی است. ریال ماس همین قدر مبلغ پیشنهاد کرد، اما پاریجو از پرنس پای خود دست نکشیدند. اونو گفته بودند که امباپه از پسیجه می رود، اما تنها با شرط اونها 215 میلیون یورو یا اینکه 180 میلیون رو باز یگون فوتبال بازی دیگری دسته ایشونه. پرس نتوانست این طلبات های پسیج رو اجرا کند و اکنون روبرت دسته پرژی خود رو از این بین غالیب می شمارد، زیرا ریال تونست به مقصدش برسد. اکنون سال آینده پرس کلیان رو به پول به دست می آورد و به حال روبرت پرژی از تحت دیر می خندد. علاکه تصور کرده ایستادم که چی خل روبرت پسیج رو برای این کارشون مسخره خواهند کرد. باید قید کنیم که هولو دسته و رسما این حادثه رو شهر ندادند، ولی از اونه که ریال علاکه 30 میلیونش رو برای سورای دیگری فرانسوی صرف کرد معلوم گردید که دیگر امباپه به ریال نمی آید. نیمه‌مالگری جوان و امیدبخش رن ادواردو کاماوینگا امروز رسما به دسته ایشونا گزارش میکند و چطوری که در بلوگ قید کردیم نرخ ترانسفر 30 میلیون یورو است. فابریتسیو رامانو مینویسد که دسته او به روزگی رسیدند و کاماوینگا علاکه از تشخیص طبی گذشت. کاماوینگا یکی از بهترین نیمه‌مالگران جوان اروپا است، اما حتی خریداری او هم دل مخلصان ریال رو آرام نخواهد کرد. آنها تنها و تنها امباپه رو انتظار بودند، ولی نباید رو افتاده شد. این قدر مبلغ کلون رو ریال برای خریداری فوتبال بازی دیگر صرف میکند، انا سال آینده باشد کلیان رو به پول به دست میآورد. در 36 سالگی فوتبال باز علاکه کلانسول است و باید در اگون چمپیونت سوس بازی کند. میسال زیدان در 36 سالگی کاریرش رو به انجام رساند. خوی از بارسلونا به السادی قطر گزارش کرد. تری انری به MLS رفت. انا گاری نویل باشد یاردمچی ترینری منتخب انگلیا شد. ولی چطوری که کریستیانو رونالدو گفته بود سن و سال برایش تنها یک رقم است و یگون اهمیتی ندارد. رونالدو نه تنها این سخن رو گفت بلکه در عمل تطبیق کرد. با 36 سالگی خود نگاه نکرده و به بهترین و مشکل ترین لیگ دنیا پریمیر لیگ انگلیا گزارش کرد. نسبت این گزارش فکر و عقیده ها گوناگون اند. مثال مخلصان یوونتوس چنین میشمارند که رونالدو از مشکل ها ترسید و دسته را در دوره نچندان خوب ترک کرد. رفتن کریستیانو با آنها خیلی آلم‌آور بود، زیرا فوتبال باز چند روز قبل از این در اینستاگرامش خبر داده بود که به هیچ کجا نمیرود. اگر روزه در میدان یوونتوس هنرنمایی کند مخلصان از دیدنش عنیق شد نخواهند شد.
البته من مخلصان اشدی یوونتوس رو در نظر دارم، نه اینکه مخلصان رونالدو رو. مخلصان رونالدو همرو به خودی فوتبالباز به انگلیا رفتند. برای مثال پس از رفتن کریستیانو به منچستر یونایتد در 3 روز زیاده از 200 هزار نفر از اینستاگرام یوونتوس ادپیساتسا کردند. در انگلیا کریستیانو رو خیلی خوب پیشواز گرفتند. مخلصان از اومدن او در حیرت موندند. بیش از همه معاش حملگر همه رو حیران کرد. 29 میلیون یورو در یک سال. اکنون با 36 سالگیش نگاه نکرده سرمعاش‌ترین فوتبالباز انگلیا گردید. این عجیب است، اما پیش از این دروازه‌بان امیو داوید دخیا سرمعاش‌ترین فوتبالباز چمپیونات به حساب می‌رفت. همچنین رقم رونالدو معلوم گردید. حملگر جوان دانیل جیمز بلیت گزارش میکند و رقم 21 یورو کوانی میگیرد. آن رقم هفتی کوانی رو باشد، صاحب اصلی آن کریستیانو رونالدو صاحب میشود. اصلا طبق قاعده های پرمیر لیگا در دوام موسم عوض کردن رقم ها منع است، اما امیو حق دارد برای این کارو کردن اجازت مخصوص گیرد. روبرت پرمیر لیگا این پیشنهاد امیو رو که به خاطر رونالدو است رد نخواهد کرد. با همین برنامه امروزا به انجام میرسد. اگر خواهید بفهمید که رونالدو در حیات منچستر یونایتد کی به میدان میبرد، پس این ویدیو رو تماشا کنید. در آن ما اوید این موضوع معلوماتی پورا دادیم. با شما بودم من میرزا یورگایروف. خیر.